صبح زیبایتان بخیر، خوش آمدید هموطنان عزیز. داشتای بخش پیمخانه تقدیمتان و حالا هم خوشبختانم مهماندار هستیم به معرفی میگیریم. بله خوشبختان آقای نجیب الله ناصری، مسئول تولید دفتر مشورتی رومی، با ما در برنامه تشریف آوردن و قصه های از صلح و همچنان صحبت در مورد جشنواره فیلم های 60 ثانیه‌ای می داشته باشیم. پس شما هم ما را همراه باشین و تنها نگذارید. سلام صبحتان بخیر. سلام صبح بخیر. سلام و صبح خیری دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده‌های عزیزتون. امید که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشن. ممنون از شما آقای ناصری، خیلی خوشحالم از اینکه شما را در کنار خود داریم. بیشتر صحبت در مورد دفتر مشورتی رومی بیشتر می‌شنویم از شما، میشه معلومات بدید؟ تا جایی که تعداد زیاد از بیننده با نامش آشنا است، دفتر مشورتی رومی همکار شماست. به این گونه که در عرصه رسانه ها فعالیت داشته، بیشتر از یک ده همیشه با کارکردهای عالی و کدام قصه ها و نگفته های مردم افغانستان که دیگر رسانه به او توجه نکرده کوشش کرده همیشه چیزهای را متوجه شوند که از دید از وا مانده و یا فرصت زیاد نداشتن به او سجا بپردازن، پرداخته و خبرساز شده و یک تصویر مثبت از افغانستان خواسته برای هم افغانایی که در هر جای هستن و همچنان برای جهانیان برنامه‌اش بده. خیلی خوب. بسیار خوب. میشه که آقای ناصری در مورد جشنواره موضوعی که هست هم بیشتر بر ما معلومات بدین؟ بله. یکی از کارهای فعلی که دفتر مشورتی رومی روی دست داره و مصرفیت داره و شما شاید تبلیغات شدیده باشین در صدر شهر، بلبوردا و یا نصب شده و مراحل مختلف از تبلیغات خود داره که یک پیهم عملی میشه، قصه های صلح هست و موضوع صلح یا خود سوژه یا واژه صلح، حتی شنیدن نامش جالب و جذاب است و این تنها یگانه چیزی است که همه مردم افغانستان آرزویش داره و به او میرسه و اتفاق داره سر این مسئله و بدون شک از یک درد مشترک همه افغان ها سرچشمه میگیره که فکر نمیکنم هیچ افغان و یا هیچ فامیل باشه که از جنگ تحمیلی ناخوشایند صدمه ندیده باشند، متضرر نشده باشند. به او خاطر همه تشنه صلح هستند و امروز میبینیم به خاطر صلح بعض قدم های عملی برداشته میشه، اما فکر نکنم کافی باشه و بیشتر اشتراک مردم در این پروسه ها کمتر است و آنچه خواسته های اصلی خود مردم است این انعکاس داده نشده. دفتر مشورتی رومی با در نظر داشت مسئولیت خود و در کمی خلا خواست یک جشنواره را تحت عنوان قصه های صلح داشته باشه و در این همه مردم افغانستان میتونه با وسایل و امکانات کمی که دست داشته است بهشان مهم قصه شان است، اما قصه های خود باید بگویند و این جشنواره کوشش میکنه که همی قصه هایشان انعکاس بده و به گوش همه برسونه. خیلی خوب. چگونه اشراک داشته باشن؟ شما کوتاه اشاره کردین، بیشتر میخواییم که اشاره داشته باشیم از شما و در مورد جوایز مقام های برتر چی هست ایره هم میشه بگوین. به خاطر اشتراک یک تفاوت عمده با جشنواره قبلی داره، یکی خواهد از لحاظ ای که از تمام ابعاد حرفه‌ای برخوردار باید باشه و دومی که جشنواره قبلی تنها برای فیلم سازا بوده و کسایی که با حرفه سینما سر و کار داشتن، اما ما خواستیم چند هدف اینجا داشته باشیم. یکی که اونا هم میتونن شرکت کنن، ضمن تاکید زیاد ما روی آماتورا است. امروز اگر ما شما ببینیم با پیشرفت تکنولوژی همگی دسترسی به عکاسی فیلم برداری اینا داره و تا حد رقابت میکنه موبایل ها یا گوشی های همراه کده تلفن کامره های حرفه ای در حد کارهای شخصی البته. بله. به خاطر ما یک فرصت را به اونها ایجاد کردیم تا کسایی که تازه فارغ میشن از پنجره های ژورنالیسم یا کسایی که تنها شوق علاقه داره به این فیلد، چطور اونا میتونن دست از اونها را بگیریم و تشویقشان کنیم و بیاین جرأت کنن. جرأت مهم است برای هر کار. به او خاطر اونا هم و زیاد تمرکز ما روی ازو هستن با مو تلفن دست داشته خود و بعض سافت‌ویرایی که در خود تلفن ادیت میشن. مهم این است که خود همیشه
فستیوال ما از و این نیست که فیلمتان ویدیو باشه یا انیمیشن باشه با وسایل ساده باشه یا وسایل حرفه‌ای و زبان دری باشه یا پشتو، مهم قصه تان است و بیاین اونم قصه‌های نگفته خودتان چهار اطرافتان و چیزایی که به گفتن است بین اونم را ثبت 60 دقیقه فیلم بسازید، 60 ثانیه فیلم بسازید باشه البته و ایره در جشنواره شرکت کنین و برنده قصه شما و سوژه فیلم شما میشه. بسیار خوب. آقای ناصری، چون جشنواره برگزار میشه، کسایی که سوژه دارن و یا هم همو ویدیو را تهیه کردن، چگونه آثارشان را به اشتراک بگذارن در این نمایشگاه؟ ما در سوشل میدیا خیلی فعال هستیم. صفحات داریم، صفحات اینستاگرام، صفحات فیسبوک، زیر همین نام قصه های صلح و چطور میتونن اونجا راهنمایی خیلی خوبه شده از طریق سوشل میدیا مستقیم میتونن و یا هم شماره واتساپ داریم که اگر برنامه شما ایجاب میکنه که ما او را بگویم با بیننده ها و میتونن از طریق راحت افهام تفهیم کنن و بتونن آثار خود کاندید کنن. 0730-81-4000 این شماره است که واتساپ بالا یک وسیله آسان است که مردم میتونن از او خوبتر افهام تفهیم کنن و این 60 ثانیه اوقدر سایز یا حجم نمی داشته باشه که نتونن روان کنن، میتونن حتی از طریق خود واتساپ روان کنن به ما و بیشتر تمرکز روی سوژه شده و یک سال که قبلا کرشمه جان داشتن ای که جوایز. بدون شک جشنواره ابعاد معنویش بیشتر مهم است برای فیلمسازا و یا کسایی که اشتراک میکنن. بعض از جشنواره های خیلی مطرح دنیا را اگر ببینیم، خاص به خاطر از این که یک فیلم ساز فیلمش کاندید میشه در یک مرحله و یک افتخار یک دستاورد کلان است برایش و بود مادیش و قدر تمرکز نمی کنن. اما ما به خاطر از این که اشتراکنده ما جدا از کسایی که حرفه‌ای هستند، یه حرفه هستند، آماتور هم هستند و این آماتور بدون شک نیاز به یک دستگیری بیشتر داره و چند کاری که برای از اونا مد نظر گرفته شده، یکی که اونا بعد از اینکه تمام آثار جمع شد، که البته ما یک مرحله زمانی را برای آثار مد نظر گرفته بودیم که تا این زمان میتونن آثارتان روان کنین، خوشبختانه تعداد زیاد از فیلم ها دریافت شده، اما یک تعداد زیاد از فیلم سازا و کسای دیگه که آماتور هستن تقاضای از ایره داشتن که بیاین با ما صحبت کنن و مهلت زمانی را کم تمدید کنیم و خوشبختانه که ما به خواست از اونها لبه گفتیم و تا دهم حوت میتونن آثار خود به ما روان کنن و این آثار بعد از اینکه جمع‌آوری شد توسط داورا به مراحل مختلف و کاتگوری های مختلف انتخاب میشن که 100 بهترین می داشته باشین، 10 بهترین، 30 بهترین و 10 بهترین و تا 30 بهترین. 10 بهترین از این کسایی است که امتیاز معنوی زیادتر به دست میارن، که اینا فیلم هایشان وقت در این مقام یا مرحله میاین فرصت سخنرانی و اشتراک فعال در خود جشنواره می داشته باشه که یا یک تجربه خوب برشان می باشن. ضمن از این در 11 ولایت فیلم های از یا سکرینینگ می شه و در مزرعه ها به نمایش می آین که یا یک تصورت خیلی خوب است و برای 3 بهترین جوایز هم مد نظر گرفتیم که اونا بتانن باز اونمو عوامل فیلمسازی است که اینا تشویق بیشتر شوند و بتانن به او کار کنن. به فرض مثال برای مقام سوم ما یک کمره DSLR دیجیتال مد نظر گرفتیم که میتونن بعدا این عرفه را به او ادامه بتن و با برای مقام دوم آیفون 12 پرو مد نظر گرفته شده و برای مقام اول مکبوک پرو. خیلی خوب و واقعا جایزش هم خیلی زیبا هست و ارزنده است. مهمتر از اویی است برنامه را که شما راه انداختین، خیلی یک برنامه وسیع و خیلی قشنگ و زیبا که میتونه همه را تشویق کنه، یعنی همه تشویق میشن با این کار و آنها میتونن که دیگه هم رشد کنن. حالا این برنامه تنها در خود کابل هست یا بسیار ولایت ها همچنان شما آماده ساختین؟ چون گفتین قبلا که اسکرینینگ میشه در دیگه ولایت ها، ولی از دیگه ولایت ها هم میتونن اشتراک داشته باشن؟ بله بله، اشتراک و ارسال آثار از تمام از سر تا سر افغانستان و همیال عملا ما دریافت کرده ایم از نقاط خیلی دور، مثلا از غور، از هرات، از قندار، از جای دیگه
ما آثار داشتیم و فرصت خیلی خوب است برای همه افغان ها و برای همه مردم. یعنی موبایل چیزی است که فعلا در جیب هر افغان است و ای با استفاده از این وسیله میتونن همون قصه هایی که چهار اطرافشان باشه و لو که در هر قریه و قصبه باشه و هر قدر دور باشه میتونن نمو قصه های ناب خود فیلم بسازن، آثار بسازن، بیان اشتراک کنن و یک فرصت خوب است و یک مرحله است که اینا میتونن به مو اهداف خود نزدیکتر شوند و به بالاهای موفقیت برسانن خود. بسیار خوب. سوالی که خلق شده آقای ناصری است که چرا 60 ثانیه به نظرتون خیلی کم نیست؟ ما 60 ثانیه را به خاطر ازی گفتیم که یک قصه را اگر یک کس میخوای بگویه در 60 ثانیه جذابیتش بیشتر است، خسته کن نمیشه و همچنان فرصت زیادتر برای اشتراک کننده میشه. به خاطر ازی که با 60 ثانیه فیلم ما میتونیم تعدادش از زیادتر کنیم، مثلا در جشنواره وقتی اگر خود مهمان ها میبینن و داورا مثلا خوبتر میتونن تی قسمت داوری کنن و وقتی اسکرینینگ میشه هر کی میتونه وقتی در شهر بازار هر جای اسکرین های اصلا فیلم های ازی از 60 ثانیه وقت خود میتن برای دیدن فیلم هایشون. به این خاطر و یک تفاوت عمده با دیگه جشنوارهایش همی است. خیلی خوب آقای ناصری، این خوب هست چون 60 ثانیه قسم که شما هم گفتین متزمان کوتاهی است و هم دیده میشه فیلمشون و هم زود قصاوت هم میشه از طرف همه و میتونن که تماشا کنن. حالا این جشنواره زمانی که برگزار میشه هموطن از ما هم میتونن اشتراک داشته باشن یا کسانی که تنها کاندید هستن؟ خود جشنواره مراحل خود داره که فعلا مثلا دریافت آثار از این مرحله است. بله، زمانی که برگزار شد البته. زمانی که برگزار شد بدون شک کسایی که فیلم های خود کاندید کردن اونا مهمان های خود جشنواره هستن و کسایی که به مرحله بالا 30 بهترین و 10 بهترین و مقام 1، 2، 3 میرسن اینا خود 100% دعوت میشن. یعنی مردم عام نیستن؟ مردم عام دیده میشن نظر به مو گنجایش جای و مکان و تالار و همچنان با در نظر داشته اوضای امنیتی و اینا بدون شک باید در تمام جوانه با در یک برنامه مد نظر گرفت. ما میبینیم من حیث کسایی که علاقه من باشه این هم ما مد نظر گرفتیم که چیگونه اونا میتونن کارت های دعوت اینا رو دریافت کنن و بیاین اشتراک کنده باشن. بسیار خوب. آقای ناصری، از وقتی که یعنی برگزاری جشنواره شما آمادگی گرفتین تا حالا نتیجهش چگونه است؟ مردم و اینکه بیشتر پذیرفتن و اشتراک دارن چقدر یعنی پذیرایی کردن از این کار و برنامه شما؟ یک چیزی که خیلی ها ما شما باش برمیخوریم ایست که مردم افغانستان کسایی که مقامات نیستن یا وظایف رسمی ندارن اونا خیلی درد دارن و خیلی گفته ها دارن به خاطر سال برای از اونا همیشه گلایه بوده و یکونه کار قبلا میکردن نقد از طریق فیسبوک بوده کسایی که مثلا دسترسی داشتن به او. این جشنواره به می خاطر خیلی خوب جا افتاد و مردم زیاد استقبال کردن که اونا فرصت ازیر پیدا کردن که بیاین شاملین صلح باشند و شاملین پروسه های مختلف و به نحو صدای خود بلند کنند. قبلا چنین موقع برشان مساعد نبوده و این جشنواره یکانه جشنواره است که از خود مردم است و خود مردم می آیند این شرکت میکنن، فعالیت میکنن، فلم می سازن و این فلم هایشان قصه هایشان نگفته هایشان و گپای دلشان به مردم بازگو میکنن. خیلی بسیار خوب، ممنون از شما خواهی ناصری از یک تشریف آوردین. اگر حرف باقی است مشتم از شما. خواهش میکنم، تشکر از شما از وقتتان و برنامه زیبایتان. فقط پیام به مردم این است که فرصت یعنی اندک به شما را این بخاطر از اینکه ما افغان ها همیشه به دقیقه 90 هر چیز واگذار میکنیم. بله. این رقم نباشه از همین روز دست به کار شوین، فیلم هایتان رو بسازین، یک فرصت طلایی است، یک چانس خوب است و بیاین با امکانات دست داشتهتان فیلم هایتان هر چیز زودتر ساخته و در جشنواره شرکت کنین و ما انشاءالله که دستگیری میکنیم همه موتورا را و کسای دیگه را که راهنمایی خوب شوند و بتونن به مراحل بهتر و خوبتر برسن. ممنون از شما، موفق باشین. و حالا هم بخش نوازش که آقای حاجی محمد احمد زاده
مجید احمدزاده اینا دست نوازش داشتن به یک طفل عزیز که حالا خیلی مهمه. از این هوای سرد که ما در کنون گرم خانواده هستیم، یکی در بیرون چی جریان داره یا چی وضعیت هست ما آگاهی نداریم، اما اگر توانسته باشیم که یک طفل هم کمک کنیم خیلی هم مهم است. به این دلیل است ما خواستیم که بخش نوازش داشته باشیم. ایپی پنجمش هست با آقای مجید احمدزاده. چی خوب است که با هم یک جا تماشا کنیم. دوباره برمیگردیم در بخش آواز، ما را همراه باشید.